دقیقاً کی و چگونه تصمیم گرفتید که کتابی ضد اسلامی بنویسید؟ در حیات شما دین چه مقام داشت و چه باوری داشتید؟ کدام اظهاراتتان درباره اسلام بیشتر تحقیرآمیز بود؟ وقتی که شما اسلام را قبول کردید، اطرافیانتان چگونه مناسبت کردند؟ من فکر میکردم اسلام دروغ است. اسلام این تهدید است. من تقریباً 2000 تهدید مرگ گرفتم و نهایت تصمیم گرفتم کتاب ضد اسلامی مینویسم. خدایا به من نشانه یا چیز مانند آن فرست تا من 100% باوری داشته باشم که این راه درست است. دور از خوابم نبرد. من این را قبول کرده نتوانستم. این خیلی عجیب است. السلام علیکم برادر یورام وان کلاور، تشکر برای قبول تکلیفمون. ما از دیدن شما خیلی شادیم. پیش از همه میخواستم بپرسم که یورام واقعا کیست؟ و علیکم السلام احمد، تشکر با شما برای تکلیفتان. با شما بودن برای من شرفی بزرگ است. من 23 ژانویه سال 1979 در آمستردام تولد شدم. در اویله عادی، یعنی اهل اویلم این پدر، مادر، برادر خردی، خواهر و گربه بود. در آمستردام در اویله پروتستانت های واقعی تولد و بابای رسیدم. پس از ختم مکتب من دانشجوی ساحه دینشناسی شدم. چند سال معلم شده کار کردم. در دوام حیاتم در هلند بسیار چیزها روی دادند. خصوصا اگر اویدی مهمترین حادثه های گپ زنیم که به اسلام ربط داشتند. من در حزب آزادی با سیاست فعالانه مشغول گشته بعدن وکیل پارلمان شدم و نهایت تصمیم گرفتم که کتاب ضد اسلامی نویسم. چیزی که همچون کتاب ضد اسلامی آغاز شد با جستجوی خدا انجامید و نهایت ما رو مسلمان کرد. در حیات شما دین چی مقام داشت؟ به چی باوری داشتید؟ پیش از آن که مسلمان شوم، من نصرانی پروتستانت و پیروی کلیسای اصلاح شده بودم. همه ما انجیل میخوندیم، نامهای نصرانی داشتیم، تعمید یعنی کریشتین شده بودیم، با کلیسا میرفتیم و هکذا، یعنی به این معنا ما مسیحی کامل بودیم. البته من به موجودیت آفریدگار باور داشتم، به موجودیت جنت و جهنم، فرشتگان، وحیها و البته به واسطه به آن چیزی که نصرانی ها را از مسلمانان جدا میسازد باور داشتم. باور داشتم که عیسی مسیح پسر خدا بیشتر به معنای فلسفی. البته من او را خدا می دانستم و البته به احیا و مصلوب شدن مسیح و به کفارت گناه ها باور داشتم. اما از بس که سگانه یک مفهوم پیچیده است، نو وابسته از آن که شما به آن باور میکنید یا نه، آن خیلی پیچیده باقی میماند. زیرا انجیل خبر میدهد که خدا جاویدان است. اما اگر شما جاویدان باشید و همزمان بمیرید، شما نمیتوانید ابدی و جاویدان باقی مانید. از این رو هنگامی که من الکی کمی کلون گشته تقریبا 16-17 ساله شدم، من به جستجوی جواب ها به چیزهایی که به من به منطق می نمودند سر کردم. من به بسیار کاهنان و ایزان و حتی روین ها مراجعت کردم، اما پاسخ های آنها قناعت بخش نبودند. همه این گفتگوی مرا دشوار می گردند و در نتیجه من به همه این شبه پیدا کردم. ولی من به خود گفتم نه، من این چیز را حالا کنار گذاشته به آن باور می کنم. شاید عقل من برای درک این مسئله حالا توانا نباشد و من باوری به خدا را ادامه دادم و باوری داشتم که عیسی یک شخص خیلی مهم است. باوری داشتم که او پسر خداست، اما من به تفصیلات این باوری داخل نمی شدم، بلکه اون رو همون طوری که هست و میگذاشتم. دقیقاً کی و چگونه تصمیم گرفتید که کتاب ضد اسلامی بنویسید؟ پس از ختم مکتب میونه من به دانشگاه داخل شده در آنجا دینشناسی را آموختم و عجیبش آن بود که روزی اولی به کالج رفتنم رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 موافق آمد و من الکی آن زمان به خود گفتم که این مسلمانان واقعا دیوانه اند و دین آنها حقیقی نیست. پس از چند سال آنها در هلند تئو ون گوگ یک کارگردان مشهور را در کوچه کشتند. او را پرانده خواستند گلویش را ببرند. بعدن کارت رو به شکم او خلانده در آن پیام رو برای دختر با نام ایان حرسی علی گذاشتند که در آن آمده بود نوبت توست. همه این مناسبت ضد اسلامی مرا چنان پرزیر کرد که قرار دادم وقتی آن رسیده است که در سیاست فعال شده برای نجات کشورم از این شر کار انجام دهم. یعنی امیلی با سیاست مشغول شوی شما اسلام بود؟ درست، واقعا سبب اسلام بود. برای همین من تصمیم گرفتم که کتاب نوشته و مردم فهمانم که چرا اسلام برای تمام جهان خطرناک است. هنگامی که من کتاب می نوشتم، چنان که قبلا گفتم، همون شبهه ها درباره مسیحیت بار دیگر سر زدند. این البته درباره جستجوی حقیقت بود، زیرا من مسیحی صادق بودم. نتیجه این بود که سوال هایی که من اوید مسیحیت داشتم، طریق مفهوم اسلامی جواب خود را یافتند. زیرا در آغاز نوشتن کتابم بسیاری ها گمان میکردند که این کتاب خصوصیت سیاسی داشت، اما اون بیشتر نه خصوصیت سیاسی بلکه خصوصیت دینی داشت. چون من میخواستم به مردم نشان دهم که اسلام همچون دین چی تهدیدی دارد و من اون را از نقطه نظر نصرانیت نوشته بودم. از این رو من در ابتدا بین مفهوم مسیحی درباره خدا و مفهوم اسلامی قیاس کردم. همین طور من به تحلیل مقایسوی شروع نمودم. از بس که من درباره سگانه شبهه داشتم، وقتی به توحید در اسلام نگریستم اون برایم فهموتر نمود و آنگاه من تصمیم گرفتم که انجیل را دوباره مطالعه کرده اون را به یاد دارم.
بفهمم که چرا مفهوم اسلامی توحید در مسیحیت وجود ندارد. وقتی که من تورات را دوباره خواندم دیدم که پیغمبران در تورات پیوسته تکرار میکردند که خدا یگانه است. آنگاه قرار نمودم خوب من تنها به سخنان عیسی مسیح که در انجیل آمده است نظر خواهم کرد و خلاص. در انجیل حکایه وجود دارد که چی طور یک شخص نزد عیسی آمده میپرسد مهمترین چیز در حیات چیست؟ چی طور من میتوانم بهشت را به دست آورم؟ و عیسی به او جواب میدهد دو چیز است ای اسرائیل، یکم این که خدا یگانه است و دوم آن که به همسایه‌ات معامله ای را که نسبت خود میخواهی انجام ده. آنگاه من فکر کردم که حتی عیسی مسیح میگوید ای اسرائیل خدای تو یگانه است و به خود گفتم که مفهوم مسلمانان درباره خدا خیلی منطق‌تر بوده چیزی است که من در تورات و انجیل پیدا نمودم. من میدونم که تعلیمات مسیحیت همچون دین کاملا دیگر است، نه آن مفهومی که آید خدا در انجیل میبینم. پس از چند هفته تحقیقات و آموزش دقیق کتاب‌های گوناگون من فکر کردم که شاید توحید حقیقت است. انا همین طور همش آغاز شد. هنگام تحقیقات خود به کدام سرچشمه‌ها تکیه می‌کردید؟ از بس که من هنوز حیرت زده بودم در حال به چند جای ها اوید به این مسئله های دینی مکتوب نوشتم. یکی از آنها شیخ عبدالحکیم مراد پروفسوری دانشگاه کمبریج بود. همه این البته عجیب می نمود. تصور کنید که من هنوز سیاستمدار بودم و کتاب ضد اسلامی را با هدف ضد اسلامی می نوشتم، ولی به پروفسوری مسلمان کشور خارجی مراجعت نموده می پرسم آیا به من کمک کرده می توانید؟ من به او گفتم که کتاب می نویسم و سوال های زیاده دارم و به او آشکارا فهمانیدم که چرا من فکر می کردم که اسلام تروریسم را پهن نموده زنان را ظلم میکند و با نصرانیان مخالف است و غیره. تخمیناً بعد از 6 هفته من از او مکتوب خیلی مفصل گرفتم که در آن او همه چیز را روشن بیان کرده و بسیار سوال های من مستقیما جواب داده بود. همزمان به من مسلحت داد که کدام کتاب و مقاله ها را بخونم و با کی مشورت کنم. یعنی وای به من همه چیز را به طور مفصل فهموند. اما وقتی که من همه این کتاب ها و مقاله ها را خواندم و در بین پیامبران انجیل و محمد صلی الله علیه و سلم مقایسه نمودم، برای دعوای آن که آنها را پیامبر بودند و اونه دیگر هیچ دلیلی نداشتم. همین طور من فکر کردم که اگر من بنابر این اساس ها مسیح را پیامبر دانم و اونه، پس سبب چیزی دیگر است. پس من از خود پرسیدم که چرا من او را پیامبر نمیدانم. فکر کردم که شاید از آن سبب باشد که زنی زیاده داشت. ولی در این حال اگر شما به سلیمان، داوود، ابراهیم و آدمان بسیار در انجیل نظر اندازید، میبینید که آنها نیز زنهای زیاده داشتند. حتی اگر از دایره کتاب های دینی بیرون رویم و از جهت فرهنگی به اروپا، آفریقا، آسیا و دلخواه جای دیگر نگریم، میبینیم که مردان به سبب های گوناگون یک چند زن داشتند. از این رو من به خود گفتم که این دلیل شده نمیتواند. همین طور دلیل های من با نوبت برباد رفتند. نهایت من گفتم خوب، یا باید اعتراف کنم که هیچ کدام از آنها پیامبر نبودند. هرچند من میدونستم که این طور نیست، زیرا گفتار، کردار و معجزه هایی که آنها نشان میدادند قطعا اثبات پیامبری آنها بود. یا باید اعتراف کنم که شاید محمد نیز پیامبر است. من دودیله شدم. اینک در اول من فکر میکردم که این از همه شخصی بدترین است. من این فکر را از تاریخ حاصل نموده بودم. پس من گفتم او پیامبر نباشد هم شاید به این درجه بد هم نیست، ولی نهایتاً مرا شبهه فرا گرفت. ممکن او واقعاً پیامبر باشد. البته من باز به کتاب‌های بسیار روی آوردم و فکر میکنم که یکی از سخنان خردمندانه عبدالحکیم مراد این بود که او گفت خوب، تمام کتاب‌های ضد اسلامی که تو میخونی از جانب غیر مسلمانان نوشته شده‌اند. آخر اگر تو آیدی مسیحیت معلومات بیشتر پیدا کردنی باشی، تو برای فهمیدن آن که چرا آنها به این عقیده باور دارند و دلیل‌های آنها چیست، نه کتاب‌های اتئیست بلکه کتاب های نوشته مسیحیان را میخونی کو. با اسلام نیز تو باید عینن چنین رفتار نمایی. باید کتاب های اسلامی را که معلمان و علمای اسلامی نوشتند مطالعه کنی. انا آنگاه تو میتوانی کتاب های در یک موضوع مشخص نوشته مؤلفان مسلمان و غیر مسلمانان را مقایسه کرده بینی که غیر مسلمانان در نتیجه ترجمه نادرست کلمه ها در کجا اشتباه کردند. شاید در بعضی موارد ها جای داشتن اشتباه ها قصدی نبود، بلکه به سبب آن روی داد که آنها بی خبر بودند که در اسلام بعضی چیز های آنها ذکر کرده وجود ندارند و اینچنین برعکس در آن چیزهایی هستند که به آنها نرسیده است و در نتیجه تو میبینی که به توفیل این عامل ها دینی کاملا غیر واقعی به وجود میآید. من محض همین کار را کرده ترجمه حال پیامبر را از کتاب مارتین لینکس با نام محمد حیات پیامبر بر اساس اولین سرچشمه ها که از جانب یک نو مسلمان نوشته شده بود آغاز کردم. ملاحظه و اسلوب ادبی او به من خیلی پسند آمد، زیرا از نگاه فرهنگی برخورد ما به همان یک موضوع یکسان بود. این بار اول بود که پیامبر به ما
من نه اونقدر همچون فرمانده جنگی چنان که من پیشتر تصور میکردم، بلکه همچون پدر، همچون دوستی نزدیک، همچون معلم و غیره نمودار گشت و من شخصیت او را مشاهده نموده به خود گفتم خوب چیزی هم بگویم. من گفته نمیتوانم که او آدم خوب نیست. شخصیت او مرا وادار کرد که باز هم بیشتر خونده معلومات بیشتر به دست آورم. هنگام تحقیقات خود چی شما را بیشتر به حیرت آورد؟ سرگذشت هند. محض همین سرگذشت یک نوع تغییرات را به وجود آورد و من کاملا تغییر یافتم، زیرا من خواندم که هند همسر یکی از دشمنان پیامبر، همسر ابو سفیان بود که خودش برای کشتن حمزه، عمک محبوب پیامبر صلی الله علیه و سلم، پول داد و این واقعا در میدان جنگ رخ داد و حمزه کشته شد. آنها حتی گوشهای او را به نمایش گذاشتند، بینیش را بریده، به طور دهشتناک او را مسله نمودند. البته پیامبر از این حادثه سخت اندوهگین شد. پس از سالها او خیلی پرقوت شده، قدرت را در مکه به دست آورد. من باز همان هند خواندم و فکر کردم تمام، حاضر او را یا محکوم میکنند یا سرش را میبرند یا یگان کاری دیگر. اما پیامبر تنها میگوید من حالا آماده نیستم که او را ببینم، ولی همه شما را بخشیدم. اگر خواهید در همین جا بمانید و در میان مسلمانان زندگی کنید مشکلی نیست، اگر نخواهید شما میتوانید بروید، قصاصگیری دیگر وجود ندارد. بعد من فکر کردم که هند در حقیقت بخشیده شد. اگر شما قاتلی را که شخص نزدیکتان، مخصوصا عمک محبوبتان را کشته است و حتی عضوهای بدنش را به نمایش گذاشته، به این وسیله مناسبت تحقیرآمیزانه خود را نسبت به شما و عقیده آورده اتان نشان داده است، بخشیده توانید، پس این افاده اخلاق بلند شماست. این خصلت عجیب است که کم به نظر می رسد و او محض همین خصلت را نشان داد. بعد من خود به خود گفتم او در حقیقت یک شخص فوق العاده بود و به خود گفتم آخر همه اینها خصلت هایش و برخوردش با دیگران، برخوردش با دشمنان و نبوت او دلیل هستند کو. و من فکر کردم که او در حقیقت پیامبر است، اما در این وقت به سرم فکر آمد که کار عاقبت دهشتناک گرفته ایستاده است، چون که من الکای توحید خدا را اعتراف نمودم و اکنون میگویم که او پیامبر است و اگر من تصدیق کنم که خدا یکتا است و محمد پیامبر است، پس این الکای شهادت است. از این رو من قرار دادم تمام کتاب ها را میپیشم. بس است، کار به جای نادرست رفته ایستاده است. البته به توفیل آن چیزی که آموختم، خواندم و احساس کردم، کیفیت من دیگر آنقدر ضد اسلامی نبود. حالا این همه به یک افسانه مانند است، اما این واقعا چیزی بود که در آن آخر روی داد. در روی میز کتاب ها خوب بودند و وقتی من احساس کردم که این واقعا شهادت است، قرار کردم که کتاب ها را یک سو میگذارم و آنها را برداشته به رفی بالا گذاشتم. اما آنها آنقدر زیاد بودند که بعضی اشان افتادند. در میان کتاب های افتاده قرآن نیز بود. وقتی آن را از فرش برداشتم، دستم به اختیار در صحیفه سوره 22 آیه 46 افتاد که در آن آمده است هر آینه این نه چشم ها هستند که کور میشوند، بلکه دل هایند. و من به خود فکر کردم این است مشکلی من، زیرا عیب در چشم ها نبود. من آن چیزی را که خودم نوشته بودم میدیدم. کسی مرا مجبور نکرده بود که این کتاب را نویسم. کسی به من این را نویس و اینش را ننویس نگفته بود. من خودم نوشتن را آغاز کردم و همه چیز را با چشم خود دیدم، اما به هر حال نتوانستم اعتراف نمایم که او پیامبر است و خدا یکتاست. بنابراین نه به سبب چشمانم، بلکه به سبب دلم نمیتوانستم این را اعتراف کنم. شاید این نفس من یا خودبینی ام بود که این را قبول نداشت. آنگاه من گفتم ای خدا، آیا او خدای است از قرآن یا انجیل؟ این برایم فرقی نداشت و من نشانه یا چیزی مانند آن فرست تا من 100% باوری داشته باشم که این راه درست است. پس از این من خواب رفتم. هنگامی که من از خواب بیدار شدم، من در خود دلپوری کامل را حس کردم. من دلپوری را احساس کردم که قبلا هیچ احساسش را نداشتم. تمام اضطراب و شبهه ها بر هم خورده بودند، چنان که برف در زیر آفتاب آب می شود. و بعد به خود فکر کردم که من مسلمانم. سپس البته من این را به نزدیکانم خبر دادم. وقتی که شما اسلام را قبول کردید، اطرافیانتان چگونه مناسبت کردند؟ السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. ما یک چیز عجیب را مشاهده کردیم که تقریبا 90% تماشابینان ما ابونه نشدند. چگونه ای که مشاهده کردید، شبکه ما با مقصد فایده به دست آوردن تاسیس نیافته است. تنها برای پهن نمودن اسلام است. برای همین از شما خواهش داریم که به شبکه ابونه شده به دوستانتان نیز پهن کنید تا شما نیز در این کار خیر یعنی ثواب همراه شوید. وقتی که شما اسلام را قبول کردید، اطرافیانتان چگونه مناسبت کردند؟ بسیاری ها البته به این خیلی منفی واکنش نشان دادند. برای بسیاری ها، مخصوصا برای عمکانم و عمه‌هایم، وقتی که آنها این را در خبرها شنیدند، این برایشان غیر چشم داشت بود. وقتی به مادرم گفتم، او گریه کرد. زنم خیلی بافهم بود و این چیز را آرامانه قبول کرد. او گفت اگر در حقیقت به اسلام ایمان داشته باشی و آن در دلت اینقدر جای گرفته است، پس من چی؟ بعضی از آدمان از کاری پیشترم خیلی خشمگین شدند. من از آدمانی که مرا دستگیری می‌کردند
آدمانی که به من آواز داده بودند تقریبا 2000 تهدید مرگ گرفتم. آدمان به من تهدیدهای دهشتناک میکردند. مزند را تجاوز میکنیم، تو را میپرانیم، میدونیم فرزندانت در کجا تحصیل میکنند و غیره. در اکثر مواردها این همه یک سفسطه بود، زیرا آنها آدمان دیوانه بودند که با نوشتن سفسطه ها در کامپیوتر مشغول هستند. یعنی این یک زمانی پر از هیجان بود. البته من کارفرما ام را هم خبردار کردم و از بس که در سازمان نصرانی کار میکردم، رهبر سازمانمون گفت این باورناکردنی است. او گفت من بعضی دیگرگونی ها را پی برده بودم، زیرا وقتی که تو در رادیو بعضی موضوع ها را بحث میکردی خیلی نرم تر گشته، دیگر مثل پیشتر درشت نبودی، اما باوری ام نمیآید که مسلمان شده باشی. پس از آن که من به او گفتم بله مسلمان شدم، او به من گفت دور از خوابم نبرد، من این را قبول کرده نتوانستم، این خیلی عجیب است. از همه مشکل برایم خبر دادن به بابایم بود، زیرا بابایم در حال مرگ در سن 93 یا 94 سالگی در بستری مرگ میخوابید. من باید به او این را میگفتم و مادرم آن وقت به من گفت که باید همه چیز را به بابایم که پدری او بود بگویم. من گفتم چنین که باشد تو باید همراهم باشی. او گویا سپری من بود. من به بابایم گفتم گوش کن بابا، من مسلمان شدم. وای چشمانش را پوشید و به من چنین نمود که نفس کشیش قطع شد، زیرا او خیلی پیر شده بود. او واقعا مدت نفس نکشید، سپس دوباره نفس گرفت و به من نگریسته گفت حداقل خوب که کاتولیک نشدی. واقعا خنده‌آور است. آخرین حادثه این بود که رهبری پیشینه من از من پرسید کی میداند شاید تو روز هندو یا دین دیگری را قبول کنی. من به او جواب دادم من پیشتر یگان دین را خودم انتخاب نکرده بودم، یگانه دینی که من خودم انتخاب کردم این اسلام است. پیش از این من در انتخاب دینی خود اشتراک نمیکردم. من در اوایل مسیحی تولد شدم و تربیه نصرانی گرفتم و برای همه نیکی‌هایی که آن به من داده است منندارم، اما این قرار شخصی من نبود. یگانه لحظه‌ای که من قرار خودم را برآوردم این لحظه مسلمان شویم بود، و چنان که گفتم آن مهمترین قرار در حیات من، قرار عاقلانه ترین بود. برآوردن یگان قرار اینقدر وقتم را، یعنی یک چند سال را نگرفته بود به جز قبول اسلام. اولین بار نماز خوانده چیز کردید؟ این البته یک احساس عالی جناب بود، اما در این زمان خیلی عجیب، زیرا مسیحیان به طور تماما دیگر عبادت میکنند، مثلا با دستهای همجویه و یا زانو زنان در نزد کتی خوب. اما من فکر میکنم که این یک احساس عالی جناب است. وقتی که شما واقعا سجده میکنید، در برابر پروردگارتان سجده میکنید، یک لحظه خیلی تأثیر بخش و شاید عجیبه که من از آن احساس خوشبختی کردم. سه امتحانی که بعد از پذیرفتن اسلام دچار شدید کدام هایند؟ خوب، قبول اسلام البته خود یک امتحان بزرگ بود، زیرا من باید به تمام جهان و اویله خود اعلام میکردم و این امتحان بزرگ بود. خود فکر آن که مسلمان شدن تا چه اندازه دشوار خواهد بود امتحان است، زیرا در نزد یک مسیحی پروتستانتی طلبات دینی چندان زیاد نیست. همچون مسلمانان از نگاه عملی شما باید 5 وقت نماز خوانید، پرهیز معینی را در خوراک رعایت کنید و طور معین فکر کنید، همیشه کوشش کنید که در رابطه با آفریدگار بهترین باشد. از بس که 5 وقت نماز یادآوری دائمی آفریدگار می باشد، شما آن حقیقتی را که پروردگار وجود دارد از نصرانی دیده بیشتر ادراک میکنید. شخصا من این را همین طور قبول کردم. من به خود گفتم از این بر میآید که من باید 5 وقت نماز خوانم. برایم این کار ممکن نیست، آن کار ممکن نیست، این کار را کن. از این رو قبول این همه برایم خیلی دشوار بود، اما بعد از مسلمان شدنم این چیزها هیچ دشواری نداشتند. آیا شما فرزندان خود رو مسلمان تربیت میکنید؟ البته کوشش میکنم، اما من تا حال درست نمیفهمم که چی طور فرزندان رو مسلمان تربیت کردن لازم است. به نظر من مخصوصا در زمان ما این کاری آسان نیست. البته وقتی که ازدواج کردم من هنوز مسلمان نبودم، عموما وعده داده بودم که فرزندان رو مسیحی به وای میرسونم، اما همچون مسلمان البته که من دیگر آنها رو در روحیه نصرانی تربیت نمیکنم. اگر کودکان درباره مسیحیت سوالی داشته باشند به زن من مراجعه میکنند و از نقطه نظر نصرانی پاسخ میگیرند، اما اگر به من مراجعه کنند جوابهای اسلامی میگیرند. اما اکثر وقت وای میگوید از پدرتان پرسید. زوجهام برای تمام اویله طعام حلال میپزد، این خیلی گوارا است. وای میگوید من 5 وقت خوراک گوناگون پختنی نیستم، همه یک خوراک رو میخورند. مادام که تو غذای حلال طلب داری همه حلال میخورند. کدام اظهاراتتان درباره اسلام بیشتر تحقیرآمیز بود؟ شاید اظهارات آن که اسلام دروغ است، زیرا من بارها گفته بودم که اسلام دروغ و قرآن زهر است. هنگامی که من اسلام دروغ است میگفتم، من تمام دین را در نظر می داشتم، یعنی هر یک چیزی را که آن در خود دارد، یعنی تا اندازه این قله جاهلیت بود. آره این چیزی بود که حالا من از این خیلی افسوس میخورم، زیرا آن مانند سایبانی بود که همه چیز را زیر اندیشه اسلام دروغ است تحت خود جمع نموده بود و همچون مفهوم اساسی خدمت میکرد. البته این عیب من و این چنین عیب بسیاری از مسلمانان است که دین اسلام را رعایت نمیکنند.
میکنند. من این چیز را درک میکنم، زیرا از نگاه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کارها تغییر نیافتند. حتی بعضن اعضایان حزب پیشینه‌ام میگویند که من با آنها خیانت کردم. همه این البته ناگوار است و برای همین ما این سازمان را که مرکز تجربه اسلامی نام دارد تأسیس دادیم. ما با مکتب‌ها، مکتب‌های ابتدایی و میانه، کالج و دانشگاه‌ها، دو شعبه دولتی و دیگر سازمان‌های جمعیتی، نمایندگان کلیسا برای از بین بردن نافهمی‌ها اوید اسلام، تبلیغ کردن پیام آن و به طور حقیقی معرفی کردن آن همکاری داریم. برای این ما حتی مدل‌های واقعیت ورچوالی را با عینک‌های مخصوص استفاده می‌بریم که خیلی جالب است. همین طور من کوشش می‌کنم که همه آن تعصب‌هایی را که قبلاً با هر راه پهن کرده بودم از بین ببرم. چی طور آدمون می‌توانند درباره اسلام بیشتر معلومات گیرند؟ آیا تنها جستجو در گوگل کافی است؟ نه، من به شبهه گوگل را توصیه نمی‌دهم. این حتی آخرین چیزی است که من پیشنهاد می‌کنم و من طرفدار کامپیوتر نیستم. من فکر می‌کنم که خواندن کتاب، کتاب‌های واقعی، یعنی ورق زدن کتاب‌ها خیلی مهم است. من کتاب مارتین لینکس محمد حیات پیامبر بر اساس اولین سرچشمه ها را که قبلا ذکر کردم و مقواش سبز است توصیه می دهم. فکر می کنم مهم برای آدمان آن است که نباید به واسطه باغوته زدن به قرآن خود را مشغول سازند، زیرا آن یک کتاب خیلی مرکب است و اگر شما کسی نداشته باشد که آن چیزی را که شما خوانده ایستاده اید به شما فهماند، خصوصا وقتی که اکثریت آنهایی که درباره اسلام چیزی نمی دانند به زبان عربی و یا عربی کلاسیکی حرف نمی زنند، در این حال بیشتری وقت شما تنها با خواندن شرح یا ترجمه معنای قرآن محدود می شود که در حال حاضر برایتان مطلوب نیست. از این رو من توصیه می دهم که سیرت، زندگی نامه و خصلت های شخصی پیامبر آموخته شود، زیرا این چیزی است که انعنه به ما تعلیم می دهد. زندگی او تجسم قرآن بود و خودش واقعا قرآن زنده بود. سنت او را آموزید و این شاید بهترین راه شناخت اسلام باشد. و شما در آخر چی آرزو می کردید؟ پس از مسلمان شدنم خیلی خوشبختر شدم. از این رو من بسیار می خواستم که دیگران نیز مسلمان شوند، زیرا اسلام در روح انسان و قلب او آرامی می بخشد. اسلام حقیقتی است که با قلب و روح هماهنگ می باشد. اقلا کوشش کنید که به آن از موقع اسلامی نظر اندازید. درباره حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بخونید، بفهمید که مسلمانان به چه اعتقاد دارند. با فهمیدن رفتار آنها کوشش نکنید، زیرا شماره زیادی مسلمانان هستند که عموما مثل مسلمان رفتار نمی کنند، از جمله من. من هم نه همیشه از روی اسلام، چون که از من و از همه ما طلب کرده می شود زندگی می کنم. اما شما باید به نمونه بهترین که این پیامبر صلی الله علیه و سلم هست پیروی کنید و اگر شما سیرت او را آموزید، شاید آنگاه راهنمایی را پیدا نمایید که شما را به سوی حق هدایت می سازد.